سلام به همه، وقت بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. علی مقدم هستم از کانال گیتار ایرانی. قبل از همه چیز این رو خدمتتون بگم که این ویدیوی کوتاهی که الان دارم براتون میگیرم یک ویدیوی آموزشی یا چیزی شبیه به این نیست، فقط میخواستم باهاتون کمی صحبت کنم. علت اصلی این که این ویدیو رو دارم میگیرم کامنت های شما عزیزانه، چون بهم خیلی پیام داده بودید و در مورد ادامه کار کانال ازم پرسیده بودید و امروز میخوام در مورد همین مسئله باهاتون صحبت کنم. اینکه توی این مدت چه اتفاقاتی افتاد و چه بر ما گذشت رو خب همتون بهتر از من میدونید و حتما همه اینها در تاریخ ثبت میشه و بعدها روایت خواهد شد، ولی توی این مدت هممون کارهای مهمی داشتیم که امیدوارم به نحو احسن و اونجوری که از دستمون برمی اومد انجامش داده باشیم. ولی به غیر از این مسائل برای ما کانال یوتیوب هم هست که در واقع توی این مدت و سالهای گذشته، ماهای گذشته با یک گروهی بزرگی از شما عزیزان داشتیم با هم پیش می رفتیم و الان توی این شرایط من میتونم بگم توی این مدت خیلی بهش فکر کردم و حتی یه جورایی داشتم بیخیال می شدم این مسئله رو، چون دست و دلم به کار نمی رفت. ولی شاید باورتون نشه اون پیام هایی که از شما میگیرم و میبینم چقدر مشتاق هستید که این کار رو ادامه بدید، گفتم این ویدیو رو بیام بگیرم و در مورد همین مسئله باهاتون صحبت کنم. شما به من بگید که باید چی کار کنیم. من این ویدیو رو در واقع گرفتم که نظرات شما رو بپرسم و بدونم که چی کار کنیم و چه جوری باید ادامه بدیم. در واقع از نظر من مقوله آموزش و یادگیری مقوله ای است که هیچ موقع نباید فراموش بشه. و این رو هم بگم که خیلی از بچه‌هایی که با کانال گیتار ایرانی تو یوتیوب کار میکنن واقعا از دوردست‌ترین جاهای ایران حتی دارن در واقع با کانال پیش میرن و شرایط رفتن به کلاس رو ندارن و این مسئولیت در واقع من رو دوچندان میکنه که حتما این کار رو رها نکنم و ادامه بدم. ولی خب این که چطوری کار کنیم، چی بگیم و چی نگیم و همه اینها مسائلی است که الان خیلی مهمه تو این بیشتر از 2 ماه گذشته. اتفاقاتی افتاد که خب در واقع دل و دماغ کار کردن رو نداشتیم هیچ کدوم از ماها و در واقع نمیتونستیم ویدئویی بذاریم. حتی اگر منو تو اینستاگرام یا جای دیگه دنبال میکنی دیدید که من واقعا نمیتونستم مثل قبل فعالیت داشته باشم. توی این مدت واقعا خیلی اتفاقات زیادی برای ما افتاد و در واقع خیلی چیزها دیدیم و بر ما گذشت و من فکر میکنم شما مثل من خیلی دیدگاهتون عوض شد، یعنی دیدگاهامون نسبت به هم عوض شد. توی این همه در واقع اتفاقات بدی که میافتاد بعضی موقع چیزهای با ارزشی میدیدیم، چیزهایی که واقعا فکر نمی کردیم که ما اینها رو داریم و داشتیم. یهوی شجاعت هایی رو میدیدیم، یهوی همدلی، مطالبه گری های خیلی قشنگ که همشون خواستار ارزش های در واقع زیبا بودن، اینا رو میدیدیم و اینها چیزهایی بودن که ما واقعا داشتیم و فکر کنم فراموش کرده بودیم. الان توی دل هممون در واقع یک بارقه امید ایجاد شده و میدونم که برای آیندهمون، برای فردا و پس فردامون برنامه‌های خیلی زیبایی داریم برای زندگی بهتر و برای اینکه ما بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم، همونجور که گفتم باید بیشتر بدونیم، بیشتر یاد بگیریم و آموزش و یادگیری رو نباید فراموش کنیم. شاید باورتون نشه و من اینو فکر کنم تا حالا جایی نگفتم، من کانال یوتیوب رو به این قصدی که در واقع الان آموزش میدم و ویدیو میذارم باز نکردم و برای خودم در واقع به عنوان آرشیو یکی دو تا ویدیو توش گذاشته بودم که زیر یکی از این ویدیوها یهو دیدم خیلی کامنت اومد، خیلی بازدید خورد و خیلی از عزیزان پیام دادن که اگه میشه اینو آموزش بدید. من از همون اول هم بارها گفتم من استاد گیتار یا معلم گیتار نیستم و هرگز این جسارت رو نمی کنم، ولی شما عزیزان من رو
هول دادید و تشویقم کردید که بیام و در واقع چیزهایی که بلدم رو فقط به شما انتقال بدم. و من هیچ موقع خودم رو واقعا استاد نمیدونم، هرگز اینجوری نبوده و دوست داشتم فقط یک کمکی بکنم به اونایی که نمیتونم و شرایط رفتن به کلاس رو ندارن. پس دیگه من میدونم که باید ادامه بدم و بخشی از انرژیم رو بذارم برای این کار که میدونم درسته و همونجور که گفتم واقعا مثل یه مسئولیتی که روی دوشم هست. نمیدونم کی و چجوری، ولی میدونم که باید ویدیو منتشر کردن رو شروع کنم و ادامه بدم. حتی یه سری ویدیوها رو از قبل رکورد کرده بودم که آماده هستن و هنوز منتشرشون نکردم. پس لطفاً شما بهم کمک کنید و پیام بدید و اگه میشه زیر همین ویدیو بگید که چیکار کنیم و چجوری ادامه بدیم و خوشحال میشم که از نظراتتون استفاده کنم. حقیقتش خیلی برنامه هم برای آینده برای کانال دارم که فکر میکنم تا حالا کسی انجام نداده باشه و میتونه خیلی مفید باشه برای خیلی از عزیزان، ولی خب همونجور که گفتم چون به خاطر این اتفاقات بالای 2 ماه بود که هیچ ویدئویی نساخته بودم، گفتم این ویدئوی کوتاه رو بگیرم و ازتون بپرسم که چیکار کنیم و چطوری ادامه بدیم. منتظر پیامهاتون هستم و امیدوارم که تو این مدت شما چیزهایی که یاد گرفتید رو فراموش نکرده باشید و همچنان از تمرین و فعالیت روزانه و چیزهایی که بهش علاقه دارید در واقع باز نمونده باشید. امید رو از دست ندید، به امید آزادی و آینده بهتر برای هممون. زن، زندگی، آزادی.